سلام و وقت بخیر با بخش دوم آخر خط به زنده از نور خوش آمدید در نخست گزارش برنامه را ببینید به تازگی و در یک اقدام بی پیشینه حکومت افغانستان دست به امضای تفاهمنامه استخباراتی با جانب پاکستان زده است کشوری که همواره با دامن زدن نامنه ها در کشور و گسترش دامنه بدامنی متهم شده است نمایندگان مردم بار دیگر نسبت به امضای این تفاهمنامه واکنش نشان دادند به حکومت وحدت ملی را با خیانت ملی متهم کردند با گفته این نمایندگان حکومت در امر امضای این نامه به اشتباه رفته و با امضای این نامه که به گفته آنان ننگین است کلید بازگشایی مشکلات را به دست دشمن مردم افغانستان واگذار کرده است این نمایندگان همچنان تاکید دارند که پاکستان با ویژه استخبارات این کشور در یک دهه برای بدامنی ها و قربانی گرفتن از مردم پابرهنه افغانستان آستین برزده است از امی تریبیون می خواهیم با دکتر سیبا شفغانی بگویم که به صورت آجل و فوری ای پیمانه لغو کنین در غیر از صورت شما نمیتانین از هان آمه مردم ها دیگه با خود داشته باشین شما منتظر چی هستین؟ منتظر از این کسایی که خودشان مرتکب یک خیانت شدن دوباره بیاین اون رو لغو کنن؟ اونا اگر درک سیاسی و اقلانیت سیاسیشان در مرحله می بود که تشخیص میکردن قضایا را امضا نمی و ما پیشنهاد میست که امروز با تکمیل نصاب در جلسه رسمی ما بدون از که بدانیم محتوای از چی است می دانیم که به نفع افغانستان نیست شما برای لغو از این کارت بلند و برای لغو کنین در این حال شما را دیگری از اعضای مجلس نمایندگان از حکومت می تا سیاست خارجی کشور را به مجلس نمایندگان جهت گرفتن رأی اعتماد بفرستند به گفته آنان تا زمانی که خطوط سیاست خارجی کشور بر مبنای منافع ملی تدوین نشود افغانستان به ثبات دائمی و صلح سراسری دست نخواهد یافت با این بستن تفاهمات تفاهم نامه ها یقینا که افغانستان جایگاه سیاسی و منطقوی خود را هم آسیب میرسانه خواهش شما این هست که رئیس مشاور شورای امنیت خواسته بشه و اگر قناعت و کلای محترم برآورده نشد تصمیم بگیریم تنها صحبت کردن در وقت امتیازی که صدای ملت افغانستان کافی نیست از حکومت افغانستان سیاست خارجی شب صلح دوستی و میارهای صلح آمیزش بر شورا بفرسته اگر شانه خالی میکنه یا برنامه ندارن باز او وقت شورای ملی به از مردم افغانستان تصمیم میگیره هر آنچه که به مردم تمام شد. این نمایندگان در این سال امضای نامه با پاکستان را خیانت ملی می و خواستار یان شدند تا ماده 69 قانون اساسی کشور تطبیق شود ماده ای که بر اساس کسانی که به خیانت ملی متهمند از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت می شوند ظاهرا اشاره نمایندگان مردم به سمت رئیس جمهور و رئیس اجرایی است وقت ازی رسیده که باید کسایی که در این پیمان نظر دادن به خصوص رئیس های جمهور رئیس اجرایه ماده 69 را بیایی که تطبیق بکنیم نگذاریم که دیگه این وطن به بحران بره هر روز ما شاهد عزیزتیم که خون میتیم مردم ما شهید میشه دیروز سیال شد مامورین بیچاره وزارت عدلیه شهید شد ای از یک قوم نبود از یک مردم نبود کلش برادرهای ما بود از افغانستان بود در حال نمایندگان مردم نسبت به امضای این تفاهم نامه نگرانی میکنند که ارتش پاکستان از امضای این نامه استقبال کرده است اما رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی گفته است که نسبت به امضای این سند رضایت نداشته و در تازه ترین اظهارات این سند را قاغذپاره بیش ندانسته است سودوزیان افغانستان از امضای توافقنامه استخباراتی با پاکستان در این برنامه با حضور آقایان عبدالبصیر صاحب صدیقی آگاه امور سیاسی و محمد علی علیزاده عضو مجلس نمایندگان با بحث و بررسی میگیره مهمانان عزیز خیلی زیاد خوش آمدید آقای علیزاده در نخست اجازه بدین با شما شروع کنیم واقعا امضای تفاهم نامه استخباراتی تبادل معلومات استخباراتی میان حکومت افغانستان و آیسای چگونه ارزیابی میکنین وانچه که امروز در مجلس نمایندگان در این خصوص صحبت شد موضع مجلس نمایندگان چی بود بسم الرحیم سلام خدمت شما و مهمان محترم و بینندگان محترم برنامه در مورد تفاهم نامه که میان دیاست امنیت ملی افغانستان و سازمان استخبارات پاکستان امضا شده اما قسم که شما گفتین واکنش های بسیار جدی در سطوح مختلف و از آدرس های مختلف نشان داده شد و دلیل از هم به نظر ما دو چیز هست یکی که به اعتمادی نسبت به پاکستان وجود داره و ما هیچ گونه اعتماد نسبت به پاکستان نداریم بخاطر به خاطر زیر که پاکستان ها باره های امتحان خود دادن و اونا از یک طرف در سطح مقامات بلندپایه ایشان از صلح و همکاری حرف میزنن ولی از طرف دیگر با اخفال دولت مردان افغانستان لشکر میفرستن و نیرو تجهیز میکنن بله. جنگ ها را افزایش میتن بنابراین این طبیعی است که ما نسبت به امضای همچه تفاهم نامه خوشبین نباشیم و این زیر سوال قرار بتیم و ای که رئیس جمهور افغانستان و امکارانشان آمدن این تفاهم نامه را امضا کردن مشکل دیگه از است ای که یک نوع عمل در تاریکی است اصلا نمی جریان مذاکره میان یعنی افغانستان و پاکستان یک جریان خیلی شفاف نیست و کارها در تاریکی صورت میگیره حتی بسیاری از رهبران حکومت وحدت ملی در جریان از این نیستن بارها از رئیس جمهور افغانستان خواسته شده که باید مردم را و نمایندگان مردم را ره و رهبران و نخبگان مردم افغانستان در جریان قرار بتن که موضوع چگونه پیش می و تفاهم روی چی مسائلی بله. هست و چی ات... تا چی سطح اعتماد میانی دو طرف به وجود آمده که تا هنوز هم حاضر نشدن یک توضیحات قناعت بشت بله بتن. دو موضوع خیلی عمده اشاره کردین ولی که پاکستانی ها امتحانشان ها دادن و در 13 سال گذشته و در حکومت وحدت ملی هم ما در واقع شاهد هستیم که هیچ نوع چراغ سبز را ما به گونه عملی سوی پاکستان در راستای تامین امنیت و داشتن رابطه نیک با حکومت افغانستان نمی بینیم در این حال آنچه که شما اشاره کردین حکومت وحدت ملی با ویژه ریاست جمهوری در خصوص صحبتهایی که با مقامات پاکستانی پس از شکلگیری حکومت وحدت ملی داشتن در واقع در تصامیم کلان با رهبرای کشور صحبت نکردند فکر میکنید با توجه به تمامی اینها و آنچه که مردم افغانستان نمایندگان ملت مخالفی تفاهم نامه بود چرا هرگز ریاست جمهوری تفاهم نامه را امضا بکنه خب برای ما همین سوال بسیار کلان و جدی هست ما کدام نشانه ای از جانب پاکستانی ها نمیبینیم خود را متقاعد کنیم که این تفاهم نامه میتونه یک آغاز جدیدی به خاطر همکاری میان دو کشور باشد آخر... و اگر همینجا تحلیل شما را داشته باشیم اون که برداشت شما از, از این کار است فکر میکنید واقعا چرا چون این کار از سوی ریاست جمهوری انجام شده آ... اگر بسیار بد بدبینانه قضاوت کنیم خب که با توجه به ای که هم اکنون هم در این مورد رئیس ای شورای اجرایی اطلاع اظهار اصحار... به خبری کردن و مثلا خیلی کسای دیگر شورای ملی در جریان نیست ما اگر بخوایم بدبینانه قضاوت کنیم خب یک بازی در جریان است بازی که فقط رئیس جمهور افغانستان و نهایت رئیس مشاور امنیت ملی در جریان است چه نوع بازی؟ بازی که تا هنوز هم جزیاتش مشخص نیست فقط میان از اینا و سران پاکستان با توجه به یکی سفر که, که رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد داشت و از اونجا از همراهانشان جدا شد و در مرکز ارتیش پاکستان رفت در اونجا صحبت های شخصی دو به دو, دو داشتن و همچنین مقامات بلن پای ملکی و نظامی پاکستان وقت که اینجا آمدن همه هم قسم برخورد داشتن و همچنین جزئیات مذاکرات که میان رئیس جمهور افغانستان و با پا عربستان سعودی در ریاض صورت گرفت نه مشخص نیست از این مسائل فهمیده میشه که به یک نحو بازی در جریان است. بعد مورد بازی هم اگه خیلی کوتاه اشاره بکنین که واقعا آنچه که شما اشاره کردین چند فرد در هر ریاست جمهوری در واقع بازی میکنه با این مسئله فکر میکنین به دنبال چی هستن؟ اینکه چهار ماه یا پنج ماه میشه که حرف ها جریان داره و یکی رئیس جمهور افغانستان علی رغم وعده که داده بارها که ما تمام جزئیات در اختیار مردم میگذاریم ولی آ... آ... تا حاضر نشده آ... بنابراین خودی از این شبهه را افزایش که آ... پروسه به صورت شفاف و به صورت ملی و به صورت یک تیم حکومتی که در او تمام نمایندگان مردم افغانستان حضور داشته باشد و پیش نمیره و صرف همین پنهانکاری که فقط در بین دو سه نفر آ... آقای علی داره... من بازم پاسخ خودا نگرفته آنچه که شما میگین پنهانکاری ها و آنچه که قبلا اشاره کردین راه اندازی بازی هر کجا جمهوری و چند فرد را که شما اشاره کردین با این بازی ها و پنهان کاری ها در پای چی هستن خب من پیشتر هم خدمت شما گفتیم که جزئیات از این بازی مشخص نیست ما یک احتمال قوی هست که بازی ما 100 درصد امی پنهان کاری ها بیانگری بیانگر عزیز که بازی در جریان است ولی دلیلی و فکر که... میکنین تا حالا آنچه که اینا انجام دادن خلاف, خلاف منافع ملی بوده با توجه به که جنگ یک بار تشدید میشه و جنگ بدون مقدمه در شمال افغانستان تشدید میشه خب اینا بیانگر عزیز که حرفای زیر پرده جریان ای. داره اما یکی خیانت ملی هست یا نیست من خیلی با ای کلمه موافق نیستیم باید طرفدار از که باز هم رئیس جمهور افغانستان بیاید برای مردم توضیح بده که گپ از چی قرار است و بر بل. چی اعتمادی اونا روی چی اعتماد اتفاق نامه را امضا کردن بسیار تشکر آقای علیزاده آقای صدیقی ما قبل از اینکه بپردازم در دا موردی که آیا کار درست صورت گرفته یا خیر میخواهیم در موردی که حالا حکومت وحدت ملی به وجه ریاست امنیت ملی سخنگوش به شکل میای این مسئله رو توجیه میکنه حکومت پاکستان هم این مسئله رو به سود خودشان انوان کردن میخوایم در مورد سود و زیان تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی میان آیسای ریاست امنیت ملی دیدگاه شما را بشنم واقعا سودش و زیانش به حکومت افغانستان به ریاست امنیت ملی چیست؟ عوض بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شهلی و سرلی امری و حلال وقدت هم لسانی افقه و قولی. اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع و ارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا سلام با شما مهمان گرامی و بیننده های عزیز و محترم ملت مظلوم و زجر <coughs> ما به صورت کلی باید در این مورد به برسانم که جنگ در افغانستان یک امر واقعی است روز، روزانه قرباني میگیرند و روزانه ما به صلاح بنون هاي جامعه سوسمتزلزل میسازه و طبيس می که افراد جامعه از لحاظ حقوقي و سياسي در راست را سياسات مدره جامعه مجبور مكلفه سن که ساره مسائل صلح و سلامي زي جامعه بيان دشن و راه هاي صلح رسيدن به صلح طبیعی است که یکی هم امی مذاکرات است و تفاهمات است بنان اصل ما همی پروسه هر وقت که تایی کنیم و بخوامیم که به صلح برسیم نیاز داریم که با پاکستان نشست داشته داشت باشیم و تفاهم داشته باشیم اما این تفاهم چگونه تفاهم این مسئله مهم است که در او تفاهمه که ما هستی ما، عزت ما،, ما، شرف ما، استقلال ما حفظ شود او تفاهم یک تفاهم درست منطقی و مسلم است اما وقتی که ما در یک تفاهم قرار می گیریم که در او تفاهم ما حد اقل اگر به صلح می رسیم صلح نسبی و بالاخره در نتیجه از او استقلال خود از میدیم می که این دیگه باز او مزیت نداره که بالاخره تفاهم تفاهم نامه فیلی که به نام در اصطلاح انگلیسیش Memorandum of Understandings مه 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 یاد می با افغانستان وقتی که تفاهم از لحاظ استخباراتی برام افت اولا مسیر یک مسیر به اصطلاح چی بوده یک مسیر تای کده که این از نظر ما اب نارمل است این ای مسیر باید این مسیر تفاهم از با طالبان از طریق شورای صلح باید پیگیری میشد و با دولت پاکستان از طریق وزارت خارجه م... 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 پیگیری می شد آقای صدیقی پایمان نانچه که شما هم در جریان هستین تفاهم نامه در واقع میان دو نهاد استخباراتی افغانستان و پاکستان صورت گرفته و بازم سوال خود نگرفته من چی که افغانستان این بله, قسمت. بله، از این تفاهم نامه یعنی ای مقدمات هر تفاهم نامه در یک رابط خارجی ما پاکستان یک مملکت خارجی است بله. یک مملکت داخلی نیست اې تفاهم نامه مرقدماتش باید از طرف یعنی وزارت خارجه یعنی پایریزم شه ای په اولن پرمخ به خپله ای یعنی سوالات باوجود دې چې در راس وزارت خارجه ما یو شخص به درایت یو شخص کې از خونوادی باصله تبلور زجرځرها ورنجهای مردم افغانستان سن و بلاخره یعنی اصله هي زی به خاطر صلح و به خاطر آرامش ای جامعه کار کرده ای این توقع خود این بود که ای این از, از این طریق باید اشتر میشد ولی بالاخره میبینیم که در نتیجه ای تفاهم نامه بر ترتیب من هم جریان کار من هم می فهم که چقدر مسائل نارمال است و چقدر اب است به هر ترتیب تفاهم نامی که امضا شده این تفاهم نما از بر چند چیزی تکیه کرده که استقلالیت افغانستان صدمه میزنه مثلا این نقطه بارزی که این با با پیمان ترکیز داره سر ایست که نقش هنده در رابط افغانستان باید کم رنگ بسازه و به نهایت حد عقل برسانه در حالی که در مناسبات سیاسی دولت افغانستان تعادل یک امر لازمی و ضروری است و این تعادل در اینجا مرات نشده در این پیمان مرات نشد این پیمان آزادرس امنیت شورای امنی... مشاوریت امنیتی ملی و یا بالاخره از خود نهاد امنیتی افغانستان و در رابطه با ای تفاهم در رابطه با پاکستان این مسئله من مرات نشده دوم مسئله است که خود پاکستان بر این نکته تاکید داره ترکیز داره که در روابط خود از او بالادستی هنده در منطقه نمیخواهد این را به هیچ وجه نمیخواهد پس اینال ما دو چی داریم این تفاهم مشهر به دو, دو فکتور هست بله. یکی که افغانستان و پاکستان میخواهد از لحاظ جنگی به طرف اهداف خود استفاده کنند اهداف ایست که در مقابل های پاکستانی افغانستان در یک پیمان بیان بله آقای اجازه, اجازه دوش... این دو نقطه را بگم از طرف دیگه این پیمان در دولت افغانستان و یا در نهادهای سیاسی افغانستان کسایی که طرفدار تعادل هستند با همسایه و خصوص در روابط با هند یعنی برزو یک جایگاه دارن در بسیار تشکر آقای ای 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 در ای ای مورد پایامدهش بطن هم صحبت میکنیم سوال خیلی عمده و اساسی حالا در چنین یک مقطعی همی است که شما به عنوان یک تحلیلگر امور سیاسی و مطمئنا تمامی قضایه سیاسی افغانستان پیگیری میکنین این در واقع امضای تفاهم نامه را به یک شکل میگین که استقلال افغانستان زیر سوال میبره اعضای مجلس نمایندگان تاکید میکنن که با دشمن افغانستان که آیسای عنوان میکنن نباید تفاهم نامه امضا شوه آنچه که اشاره کردن ای که خیانت ملی صورت گرفته مردم افغانستان هم که اگر ببینیم صفحات مجازی رو ببینین یکسره مخالف امضای چنین تفاهم نامه است دو رئیس قبلی ریاست امنیت ملی افغانستان هم ایره خلاف منافع ملی افغانستان عنوان کردن و گفتن هیچ سودی هم به امنیت افغانستان ندارن ظاهرا معلوم میشه که رئیس امنیت ملی افغانستان راضی نبوده به این کار چرا باید رهبران حکومت وحدت ملی به ویژه چند فردی را که آقای علیزاده یاد کردن که در ارک حضور دارن چون این پیمان را امضا بکنند این سوال خیلی عمده است دید شما چی است خب من در قسمت ای که ریاکشن ای کسایی که در این مسئله دخیل نیستن چی است را دقیق را اولا ما برتان قبلا گفتم که خودش یک نو این ابران ملیتی را نشان میده که یک نهاد امنیتی در حالی که تمام مسائل از لحاظ روابط خارجی مشکلات به انباشته شده بلد. و دفتن یک نهاد دو نهاد امنیتی با هم میان و یک تفاهم نامه را امضا میکنن این مسئله به این مشعر ما است که این بالاخره روابط خارجی از طریق مجراهای به اصطلاح دیپلماتیکش باید طرح ریزی شود ما ناگزیر هستیم بالاخره تفاهم میکنیم و ما پاکستان مجبور اس ما تفاهم کوم و ما مجبور سم با پاکستان در تفاهم چرته هم سياسيم اگر طالب عزيز سم که ما در سول ژوند کي نمون طالب عزيز سن که در سول ولی هیچ وقت شاید جانب مردم افغانستان و ملت افغانستان ممکن به این راضی نباشند که ما استقلالیت مردم پاکستان صدمه بزنیم امیر روادار به هیچ صورت روادار نیستیم که استقلالیت ملت ما را صدمه کسی و صدمه و این از دید شما استقلالیت افغانستان صدمه بزنیم کاملا بخاطر که من یک نقطه دیگرم برتان میگم شما ببینید نمی امروز نواز شریف صدر ازم پاکستان به ترکمنستان سفر میکنه. و بر مبنای اینمی تفاهم نام است که ما رو در رو و شخص من تنها به تنها با رئیس جمهوری ترکمنستان میبینه بل. و بالاخره روی با دری سفر وزیر تجارت شست، وزیر آب و انرژی شست، وزیر به اصلاح اقتصاد شست و تمام امی مجدا ارکان به اقتصادی دولت که با با اصلا اینا در ای سفر است. است. این سفر امرای ابن شریف است. آقای صدیق یک مسئله دیگه هم خیلی کوتاه اشاره بکنین. آنچه که شما عنوان کردین امضای تفاهم نامه در واقع به استقلالیت حکومت و عدت ملی و مردم افغانستان صدمه وارد کرده. با کسایی که استقلالیت در واقع با امضای تفاهم نامه بهش صدمه وارد کرده چی باید چوا؟ برخورد اعضای مجلس نمایندگان و مردم افغانستان با اونا باید چی باشه؟ ببینید اگر ما اینطور تفاهم نامه را به خودم نخواندیم ولی اگر با اساس خود من سیاستی که پاکستان ارائه داده در منطقه اگر این تفاهم نامه مشهر به این باشه که رابطه هند با افغانستان تقلیل بیابه و در حد به من نادیده گرفتن رابطه هند و افغانستان باشه و اینجا سیاست خارجی اقتصادی پاکستان برجسته باشه طبیعی که این استقلالیت افغانستان صدمه میزنه بسیار تشکر آقای زیدیقی آقای زاده ما میخوایم دمی مورد شما رو بشنوم آیا شما از متن این توافقنامه آگاهی دارین اون که نوشته شده از دید شما در کجاها استقلالیت افغانستان زیر سوال رفته در این حال آقای امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان آمده گفته که ما در واقع با امضای تفاهم نامه با آیسای از توانایی کم و ناچیز نیروهای امنیت ملی افغانستان پرده بر رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان آقای خالد میره و سود افغانستان ندانسته ما میخوایم. امی از, از دید شما بشنم واقعا در کجای کار ما نقص میکنیم اگر چنین این تفاهم نامه امضا شود خب تفاهم نامه دمو قلم روی کاری خود باید بررسی شود با. فقط تفاهم نامه میانی استخبارات یا اطلاعات ریاست اطلاعات هر دو کشور هست و در اونجا بعض کلمات مبهم و حتی کلمات چه به مفهوم در افغانستان ازش استفاده شده که مثلا در مورد مبارزه با جدای طلبا در حالی که چنین انوانی در افغانستان هیچ مستاق نداره که در افغانستان هیچ گروهی و هیچ شخصی حتی حتی فردی تا هنوز ادعای مثلا جدایی طلبی نداره تنها چیزی که مردم افغانستان روی او یک پارچه و متحد استادن تا هنوز همی همبستگی ملی افغانستان و تمامیت ارزی افغانستان هست اما یکی در یک تفاهم رسمی میه مثلا از تجزیه طلبی یا از جدایی طلبی گب زده می شود و او هم مقامات بلندپایه کشور رسمیت می و تا پایش امضا می کند این بسیار مهم است سوال برانگیز است باید توضیح دادش منظورشان از جدای طلبا که با اونا باید مبارزه مشترک صورت بگیره کی هست چه چه کسان هستند چی گروپ های هستند همچنین در مورد آموزش نیروهای امنیتی افغانستان که گرچند سخنگوی رسمی امنیت ایره منکر شده ولی بعض منابع میگه که در متن تفاهم نامه همچه توافق صورت گرفته و ریاست شورای اجرایی هم گفتن که مساویده که در اختیار ما گذاشته بود غیر از او چیزی است که در نهایت امضا شده و این مسائل ها اگده بود تفاهم نامه نهایی امضا شده اضافه شده اینا مسائل است که مستقیم حداقل به امنیت کشور آسیب میزنه بعد اگر یه تفاهم نامه میان دو کشور یا دو نهادی که دوست همدیگر هست امضا شود خب ممکن است خیلی مشکل مشکل ساز نباشد امضای تفاهم نامه میان دو کشور در مورد تبادل اطلاعات و امثال از اینا یک چیز معمولی و نرمال است اما چیزی که در اینجا حساسیت برانگیز است این است که خود رهبران حکومت وحدت ملی و مسئولینشان تا هنوز هم به سراحه میگه که پاکستان روی کرد دشمنی با افغانستان دارد. در پشت گروپ های تروریستی استاد است اونا رو تشهیز میکنه تمیل میکنه به افغانستان میفرسته پایگاه هایشان پناهگاه هایشان در داخل خاک پاکستان هست بعد دشمنی که در اینجا در این تفاهم نامه مثلا ازش ذکر میشه اصلا مبهم است مشخص نیست که از دیدگاه پاکستان آیا طالبا که در افغانستان این همه جنگ میکنن آتش افروزی میکنن و افغانستان را با آتش میکشه یا گروه افغانی اینا را اونا به عنوان دشمن میپذیرند یا اینکه نه یک موضوع مبهم مبهم است مصداق دشمن برای پاکستانی ها کی هستند اونا فقط آمدن مثلا از اینوانی کلان القاعده و دایش گپ یاد کردند که القائده و دایش عامل ناامنی درجه یک در افغانستان نیستن عامل درجه یک ناامنی طالبان و گروه حقانی است که اونا زیر چتر حمایت پاکستان قرار دارد تشکر. بسیار تشکر آقای الیزاد اگر این تفاهم نامه میان دو کشور که دوست بودند به امضا میرسی زیاد اشکال نداشت در این حال آنچه که در متن تفاهم, تفاهم نامه آمده بحث جدایی طلب ها باید کسایی که پای پا تفاهم نامه امضا کردن و حمایت میکنن از این تفاهم نامه بیاین با مردم افغانستان توضیح بدن که منظورشان از جدایی طلب ها. چی هست؟ و موضوع خیلی اساسی دیگه که آموزش نیروهای امنیت ملی افغانستان توسط استخبارات پاکستان آیا استخبارات پاکستان تا حالا به اون سطح رسیده که نیروهای امنیت ملی افغانستان آموزش و تجهیز بکنن پس از وقت فکر تا دوباره برمیگردیم با سلام مجدد شما بیننده آخر خد از نور هستین دو پرسش خیلی اونده که ما میخواییم از آقای صدیقی در این مورد بشنم اولی که آنچه که آقای ساله رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان انوان کرده ما در واقع با امضای تفاهم نامه با آیسا یا استخبارات نظامی پاکستان پرده از توانایی های کم و ناچیز خود برمی یک مسئله دوم دگه حالا که امنیت ملی افغانستان با آیسای چنین چون این تفاهم نامه ای را به امضا رسانده خیلی سوال عمده ای است که آیا ما با آیسای یا استخبارات پاکستان هموز نستیم؟ آقای سیدیقی. در مورد ای که خب در ایتو تفاهمات تبیز که قابلیت های طرف های دو طرف قابل تفاهم ای باید معلوم باشه و چون در ای تفاهم نامه تبیز که وقتی که ای اشتراکات به میان می و مشترک گذاشته میشه باید مطابق از او وظایف توضیح شوه. با این واسه فکر نمی زمان زمانی که توانایی های نیروهای امنیت ملی افغانستان با ایسای و استخبارات پاکستان که در واقع از سوی مجلس نمایندگان و, و مجلس سنا دشمن افغانستان خطاب میشه برشان هوایی بگرده رخ نکردن بر ریاست امنیت ملی بر اونا سهل و آسان است؟ خب این مشکل به وجود بیاره این خود طبیعی است که در این مسئله رخ نره بیاره میاره و ما دو مسئله را برطان میگم دو مسئله یک مسئله است که افغانستان اگر با این توانه همدیگر و برمالا ساختن بایسلا زرفیت های همدیگر باشن ای ما فکر میکنم که در آینده راه به طرف یک تفاهم نظامی مشترک هم شاید یا به نام یک پیمان استراتژیک هم منتج شود. و این او حالتی است که طالبای خود پاکستان دو مسله را د انجبې خاښته باشه یەکي مسله اساسي ایست ک با اساس سياست خارجي اقتصادي پاکستان باید نقش هېندر افغانستان کاملا به تقليل بګراي او اي تقليل سبب ميشوي كه سياست اقتصادي سياسي خارجي پاکستان برجسه او چشمگیر باشه اين نقطه را پاکستان حتمي ميخايي او چيز ديګري كه پاکستان ميخايي ایست كه یک بخش مثلا در امی سفر یک هفته قبل خود نواز شریف جنگ طالبان را در افغانستان در یک حرکت بیسابقه خود به نام تروریسم یاد کرده در حالی که پیشی را به جنگ های ناراضی و با اشکال و انواع کلمات و اقسام جملات دیگه ایر اکسل نسبت به جنگ ها نشان میدادن ولی این دفعه به نام تروریسم میگه هدف پاکستان دیگه یاغی د طالبای افغانستانی را در شامل پروسیس دولت او سیاسی افغانستان میسازه و مېمره می مسالې طالبای ناراضي کې محصول خودشان بودن و به اسلام مرکزګریز اسن و تمایل به طرف طالبای پاکستانی در تقابل با دولت پاکستان قرار دارند افغانستان میکشانند به طرف دفاع پاکستان که باید در مقابل طالبای پاکستانی یعنی ظرفیت های نظامی افغانستان هم استعمال شود و یک در پالوی پاکستان بجنگد و خیلی هم کوتاه اشاره بود آقای صدیق خیلی من ذات میخوام عرفتون رو قطع کردم اعضای مجلس نمایندگان و اعضای مجلس سنا امضای تفاهم نامه یا را که میان ریاست امنیت ملی افغانستان و استخبارات پاکستان به امضا راسته در واقع خیانت ملی خطاب کردن شما مشخصا بگویید خیانت ملی صورت گرفته ما خب مسئله ما ما اگر مسئله استقلالیت افغانستان از بین رفتن استقلالیت افغانستان باشه با این تحلیلی که من دادم شما گفتین که استقلالیت افغانستان جسور خوب که یک خیانت ملی است با این از همین جمله اجازه یک دیگه که مرتکب خیانت ملی شده چی باید شود این را باید مقامت به ارشد نظام ما کسایی که موافق نیستن باید مردم از اپام بکشن که اعضای مجلس نمایندگان خصوص انجام داده میتونه <سؤال> ما خو یک بخش است که اونا می فکر کردین مثلا ما, ما, مَا وکیل صاحب محترم هم این مسئله را من تشویش ابراز میکنیم ولی به عنوان یک خیانت ملی که او را به نام رسمان اعلام شود این باید خود آزای ارشد دولت که شما به نوع یک تحلیلگر امور سیاسی میگین که استقلالیت افغانستان زیر سوال رفته و از اینکه استقلالیت زیر سوال رفته بله خیانت ملی صورت گرفته یعنی این که اعضای مجلس نمایندگان در این خصوص انجام داده میتونه با اونایی که خیانت ملی را مرتکب شده چی است ما به این خیانت ملی میگم در حد یک تحلیل میگم بلد. در حد یک اجبار نمیگم که ما مثلا مردم به وجود و باید مقامات که ما... ما در امور اونا باید سریج مثلا ابراز نظر کنن خیلی ممنون آقای علیزاد ما میخوایم در این مورد دیدگاه شما را بشنم مالا سر صده های مبنی بری که بایدی تفاهم نامن لغو شوام بیرون شده امروز از مجلس نمایندگان هم چند تنش به صراحت اعلام کرد که خیلی آبرومندان است اگر ای تفاهم نامن این تفاهم نامه همین گونه که امضا شده دوباره لغو بگرده فکر میکنید واقعا شرایط برای لغو از مساعد است و چون این چیز ممکن است اولا خوب است من به یک نکته اشاره کنم که شما گفتین مجلس نمایندگان متهم به خیانت ملی کرده رئیس جمهور را این اظهارات اعضای مجلس به مفهومی از این است که کل مجلس این تصمیم گرفته مجلس در صورت میتونه رئیس جمهور را متهم به خیانت کنه که مصوبه مجلس باشد با اکثریت آرا بیاین تصویب کنن حتی به ارتباط رئیس جمهور و تیپک ماده 69 دو سلس دو سلس اعزار از ضرورت داره که اونا رعی بتن یکی اعضای محترم شورای ملی هر دو مجلس سرکورم اصحار نظر میکنن اصحار نظرات یک نماینده مجلس بره. یک به مجلس هست با این از آن چی که اعضای مجلس سنوان میکنن که باید لغو شوه هم دید شخصیشون از تاله خب اینا هم ضرورت یه طرفدارش بیشتر هست که حتی اگر به صورت رسمی بخواهی که از طرف مجلس انوان کنم ضرورت به مصوابه داره نه. باید خواهان عزی شود اما ای که باید لغو شود یا اصلاح شود دو رای حل هست کسانی که خانه لغو هست اعضای مجلس هم اکثریت ما فکر میکنم در شورا هم هستن و به یک نحوی رئیس ولسی جرگم در اصاراتش هم چین داشتن و رئیس جمهور سابق افغانستان هم امروز اعلامیه داده و اونا به جدی از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته که سریع را لغو کنه و افکار عامم طرفداری همچی تفاهم نامه نیستن و اگر رئیس جمهور افغانستان حرفای دیگه داره و اونا یک اعتمادی نسبت به پاکستان ها بر... پاکستانی ها برشان به وجود آمده بیای او را به صراحه و با مردم فکر شریک بسازه رئیس جمهور افغانستان با توجه به آنچه که شما اشاره کردین افکار عامم خانی است که بایدی تفاهم نامه هر چه لغو و اکثریت اعضای مجلس نمایندگان هم زایران معلوم میشه که خواستار همین مسئله از رئیس جمهور پیشین افغانستان هم خواسته که مسئله باید تفاهم نامه لغو بشه و فکر میکنید رهبران حکومت وحدت ملی به ویژه رئیس جمهور بتون لول بکنه با ای که نه پاکستان ما بالاش اعتماد داره ما اتفاق نامه به افغانستان است خب مکلفیت رئیس جمهور افغانستان است که قناعت مردم افغانستان بسیار بگیره و اونا مشکل اساسی باز هم معمق در آغاز حرفای خود گفتم اینه که در تاریکی حرکت میکنه. بسیار تشکر آقای الیزاده آقای صدیقی خیلی کوتاه اشاره بکنید اگر بر فرض تفاهم نامه ای که میان ریاست امنیت ملی و ایسای پاکستان به امضا رسیده لغو شود تاثیرش بالای روابط پاکستان افغانستان پس از چی خواهد بود خب مسلم است که تنش به چند برابر میکنه نه. و در اینجا مسئله خب از طریق مجرای دیپلماتیک سالم باید به با این مسئله پرداخته شود در یک اجماع ملی باید این مسئله و ابهامات در این مسئله طوری که محترم وکیل صاحب گفتن یعنی ابهامات نباشه و از طرف دیگه حالا اگر این پیمان بر ما یک سوال دیگه است که ما از ملت خود میخوایم سوال مطرح کنم وقتی که این پیمان به ضرر افغانستان است و ملت خواستار لغوش هستند و این جرأت که به صلاح این تحوری که صورت گرفته از لحاظ قانونی چه تفسیر داره این خود زی مثلا یعنی چرا ایتو کار شوه که پس بالاخره به با طرف یک لغو بریم و به طرف یک یعنی عدم انسجام بریم که مشکلات ما را بیشتر کنه تا به یک تفاهم ما برسیم بله آنچه که شما مطرح کردین تفاهم نامه که در واقع توسط رهبران حکومت وحدت ملی به وجه در به امضا رسیده زمانی که بحث لغوش مطرح میشه چرا اینا ای کار را بکنن که الان بریم به طرف لغوزی و باعث ایجاد تنش های بسیار با سپاس از آقای عبدالبصیر صاحب صدیقی آگاه امور سیاسی و محمد علی علیزاده اعضای مجلس نمایندگان خیلی ممنون که تشریف آوردید. از ممنون تشکر. سپاس شما که تا الان آخر خط بده تا فرصت بعد خدا نگهدار.